از خواهشات همونجوری که در سخنرانی های رهبران جامعه دیدیم، عوام خواستن، حالا چه میخواد به این رأی داده باشه، چه سبز رأی داده باشه، چه قرمز رأی داده باشه، چه نارنجی رأی داده باشه، اصلا مهم نیست. این خواص خبرگان اون بار خارج از اینها بقیه خط و خاشاک هستن. این نکته باید کاملا مشخص باشه که و یک اتفاق گرفت اون در این شاکن از اینکه این چرا اینا این به اصطلاح خواص سبز خودش رو میزنه به نفهمی که این مثلا نمیفهمه که شما خواستین، ما مرتب داریم میگیم خواستین، شما خواست هستین که جامعه رو خلاصه به دلال ما ازتون گل من دستیم، وگرنه خط و خاشاک، خط و خاشاک چه به من رأی داده باشن چه به تو، این عوام خط و خاشاک هستن. بنابراین این نکته رو بایستی دقیقا بفهمیم. بنابراین مثلا آقای کسی مثل شجریان خط و خاشاک نیست، چون ایشون به هیچ وجه جز عوام به حساب نمیاد. مثلا به طور مشخص بخوام چون اینکه جزء خودش رو به هیچ وجه خیلی برای که عاشق مردمشه، به مردمش ایمان داره، خودش رو جزء اون میدونه، به هیچ وجه حاضر نیست که خودش رو جدا کنه. و من هم از این خط خاشاکا هستم، اگر میخوام من خودم چه حاضر نیستم از مردم این که شما عوام یا خط و خاشاک مینام اینشون جدا بشم. ولی نهایتا اون طرفی ها به آقای شجریان رنگی به عنوان خط و خاشاک نگاه نمیکنم، ولی در همین هم هست که رفتاری که به آقای شجریان میشه خیلی فرق میکنه با رفتاری که با یه خط و خاشاک واقعی که تو خیابون گرفتنش میشه، این با در نظر گرفته بشه. ولی اون از به اصطلاح انسانیت و ایران دوستی و مردم دوستی و عشقی هست که مثلا یک کسی مثل آقای شجریان به مردمش داره هست که اون حاضر نیست که خودش رو از این مردم جدا بکنه، هر چقدر هم که دیگران بخوان جداش بکنن اون خودش حاضر نیست که جدا کنه. اون یه بحث فقط به عنوان یک مثال مشخص میخواستیم بیان که این حالا هر کسی یه کسی حالا مثل دکتر قربان اون موقع یا آقای دکتر آدمیت یا آقای دکتر مصدق یا دیگرون هیچ وقت این واژه خط و خاشاک رو استفاده نمی کردن، به یک نحو مؤدبانه تری استفاده می کردن می گفتن. ولی نهایتا اگر از این به اصطلاح بشینید تو بفرمایید تو بت مرگ که همش یک معنی میده رد شیم، نهایتا همش به این منظور گفته میشه، نه اینکه سبز خط خاشاکن قرمز خط خاشاک نیستن. برگردیم به فلسفه اصلی. بنابراین ما با این فلسفه مواجه هستیم در اصل کار. بنابراین ما موقعی که راجع به فراماسونی صحبت میکنیم اشتباهی که بخوام حس و پچ پچ فکر بکنیم چیزی که ماسون انگلیسی بکنیم که مثلا مزدورای امای 6 هستن یا امای 5 هستن تو اسرائیل یا موساد یا CIA، اصلا همچی چیزی نیست. اینها از نظر مالی اول یک کسی مثل آقای دکتر قربان با اون ثروت از این در شیراز شما چی میخوای بهش بدین که به اصطلاح این رشوه باشه که از نظر مالی بخواد اینو تحت تاثیر قرار بده، یا به کسایی دیگه در مده، یعنی چی میخوای به این بدین که اینو بخواد بکنی جاسوس؟ حالا این به اصطلاح رهبران یا سران این تشکیلات فراماسونی مثل هر تشکیلات دیگه در دنیا مخصوصا خودشون مثلا سمبولشون نیستن، اون هرم رو که میبینیم و رهبران فراماسونی هم این خیلی مشخص بیان میکنن، یکی از رهبران بسیار بسیار مشخص و فرهیخته آمریکا که اگر کمتر از جورج و بیشتر از جورج واشنگتن برای فراماسون و اهمیت و احترام نداره کمتر نیست، به اسم آقای جنرال آلبرت پایک، مطلب بسیار مهمی در این رابطه با کتابش نمیشه که اینو به تفصیل در بارش در رابطه با این صحبت کنیم کرد.
اون تشکیلات هرمی که به اصطلاح اون هرمی رو که ما توضیح داریم خیلی تأکیدی که در سلامات میشه هم باید اجرا بشه، یعنی هر کسی نمیتونه به پر بالا بشه جز رهبران، چون اینجور که میدونیم فراماسونری حالا بهش میرسیم اینا از 33 درجه داره لوژ اسکاتلند، از درجه 1 درجه دیگری مثل درجه زاویه، درجه 1 به اصطلاح شاگرد حساب میشه تا اون درجه 3 که استاد معمار استاد بنا حساب میشه تا اون 33، هرچی اتوالبا کمتر کمتر بشه این درجات رو که این رده ها رو همینجوری مثل نقل نواد نیست نمیتونیم پخش کنیم که به صرف که هر کسی که 10 سال اینجا 15 سال اینجا بود تق و تقیه درجه بشه بدیم، اینا هر کنونش خیلی مهمه. بنابراین باقی که اون بالا میرسن خب یعنی خیلی کمتر میشه. تشکیلات فراماسونی هم به یه دیدی مثل کاراته است که یعنی از کمربند سفید که رسید به زرد و سبز و اینا به سیاه، دیگه از سیاه به اون طرف خود سیاه از مرحله آخرش تا خود سیاه شروع میشه به دونه یک و دونه دو اینا. فراماسون هم همین از درجه 1 تا 3 که رفت دیگه از 3 درجه بندی ها مثل رسته کمربند سیاه، دیگه بعد از اون دونه 1 و دونه 2 و 3 هست، یعنی خود اون درون اون درجه 3 هست که درجات 4 و 5 و 6 و اینا تا 35 اهدا میشه یا داده میشه به افراد در اساس تشخیصی که اون رهبران بالاتر میدن. بنابراین اکثریت عظیم افراد فراماسون در ایران در همه جای دنیا و ما الان چون بحثمون راجع به ایرانی افرادی تشکیل میدن که اون در رده های پایین هست، یعنی حد اکثر که بخوایم حسابش کنیم حالا این آمارها رو اینجا جای بیانش نیست، مثلا فرض کنید اون دونه 1 یا سبز یا دونه 1 و اینا، اون بالاتر ها که میرین دونه 8 و 9 اینا این کاراته، شاید دونه 10 یه نفر دو نفر در ایران باشه در دنیا باشه در اون چیزای اصلیشون، این هم همون جوری است که میره به اون رده های بالا. که منطقه این که هدف و تشکیلات چیه و این حرکت چیه، اون رده های در جای پایین فراماسونری، اون به اصطلاح عوام فراماسونری، خط و خاشاک فراماسونری هم اونها آگاهی چندانی ازش ندارن. علتش هم خیلی واضحه. یکی از چیزهایی که هم جو گفتیم که در ایران علت این رشد عظیم و سرسام‌آور فراماسونری بعد از انقلاب دلیلش رو بیان کردیم، در دوران شاه و در کشورهای دیگه هم به طور کلی این دلیل اصلی بوده همیشه برای اکثریت عظیم افرادی که وارد فراماسون میشن که برای نفع شخصی وارد میشدن، یعنی برای اینکه یک پشتیبانی در جامعه داشته باشن وارد میشدن، این که من شرکت دادم میخوام گسترش پیدا کنم، تنها اگر بخوام کار کنم یعنی بدون پشتیبان میخورنم، پس بنابراین بایستی یک انجمن فراماسونری عضو بشم که اون برادران ماسون با پشتیبانیشون رو میتونم به این طرف اون طرف برسم نابود نشم. در نتیجه تقریبا میشه گفت به استثنای معدود افرادی که یک وابستگی های خونی و مناسبتی داشته باشن که حالا این به اون دقت و دقیقی اینجا مطرحش نخواهیم کرد، 199 افرادی که وارد تشکیلات فراماسونی میشن به خاطر نفع شخصیه، به خاطر اینکه